اما سری بزنیم به جهان علم و پزشکی. شرکت داروسازی آسترازنکا که لابد قبلا اسمش رو برای درست کردن واکسن کرونا شنیده بودین، خبر داده آزمایش‌هاش بر روی دارویی که برای درمان سرطان پستان انجام داده موفقیت‌آمیز بوده و تونسته رشد سرطان رو کاهش بده. همراه میشیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی‌شناسی سرطان کینگز کالج از لندن. آقای دکتر کردستی، این دارو دقیقاً چطور به بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک می‌کنه؟ ببینید، سالها هست که ما درمان‌های جدید سرطان خیلی تغییر کرده، بهتر شده پیشاگهی بیماران سرطانی. اما یه گروهی از بیماران سرطانی هستند، چون می‌دونید سلول‌های سرطان برای اینکه رشد بکنن وابسته به هورمون‌های زنانه هستند، یا اینکه یه رسپتوری دارن بهش میگن هرتو، که این اگه این رو ما بلاک بکنیم، اجازه ندیم اون رسپتور کارش رو انجام بده، میتونیم سلول‌های سرطانی رو از پیشرفتشون جلوگیری بکنیم. حالا گروهی از بیماران مبتلا به سرطان پستان به علت اینکه یا این هورمون رسپتورهای هورمونی رو ندارند، و یا گروهی هستن که اون رسپتور خاصی رو که میتونیم هدف قرار بدیم ندارن، و اینکه درمانهای دور اولشون انجام شده و بیماری بازگشته، اینا کسانی هستن که مشکل ترین بیماران هستن برای درمان. دارویی که جدیداً شناخته شده، این دارو خیلی تراستوزوماب داره جدیدی نیست، این قبلا هم بود و اون هرتو رو هدف قرار میداد، اما این رو ترکیب کردن با یک داروی دیگه که در کسانی که دقیقاً سرطانشون برگشته و اون رسپتورهای خاص رو ندارن که بتونیم هدف قرار بدیم، حتی با پایین بودن سطح هرتو هم میتونه بره و اون سلول‌ها رو هدف قرار بده و با استفاده از داروی دیگه که باش ترکیب شده اون سلول‌ها رو بکشه. و این مقاله سال حدود یک ماه پیش در نیو انگلند جورنال آف مدیسین چاپ شد که نشون داد در یک حدود 300 و خورده پیشن 331 بیماری که اینا بررسی کرده بودن، 370 تا با کسانی که رسپتور هورمونی نداشتن، به طور قابل ملاحظه‌ای هم مدت زمانی که اینها بدون بیماری هستن رو طولانی کرده، همین که طول عمرشون رو افزایش داده. و این خیلی مفید هست برای بیمارانی که در مرحله پیشرفته هستن. ممنونم از شما دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج.